روی موج رادیوی ادوینتیستی در آسیو. با عرض سلام به شما شنوندگان عزیز. برای سعادتمندی و خوشنودی شما آغازگر برنامه امروزمان می شویم. برنامه های ما شامل سه بخش می باشند. بخش اول سلامتی که در آن ما به شما طرز حیات سالم، جلوگیری از امراض و غذاهای سالم را پیشنهاد می نماییم. بخش دوم اخلاق نیکو. چنان که افلاطون گفته است، تمام طلاهای روی زمین و زیر زمین به قدرت یک فضیلت اخلاقی ارزش ندارد. بخش سوم نور معرفت. رازهای نهانی نبوت ها در کتاب مقدس. پس با ما باشید. صدایی امید با نوایی دلیل ها از عالم نباتات. خداوند در طبیعت برای سلامتی ما همه چیزها را مهیا ساخته است. عالمی ناتکرار و رنگارنگ نباتات با خواص‌های مفیدش برای شما و خانواده ایتان. اگر شما خواهان این باشید که بدنتان فعالیت خوب داشته باشد، پس آن را با غذای سالم تامین نمایید. سرطان که ما خود را با آن گرفتار می کنیم. معلوم می شود که به بسیار نمودهای سرطان ما خودمان را گرفتار می نماییم. چطور؟ عادتهای کهنه طرز زندگی ما و نزدیکی دائمی با عاملهای معین محیطی بیرون و انکشاف این بیماری ها مساعدت می کند. ما چی می خوریم؟ چی می نوشیم؟ در کجا زندگی و کجا کار می کنیم؟ چی را نفس می کشیم؟ همه این برای بلیست مریضان سرطانی داخل نشدن اهمیت حل کننده دارد. سرطان یکی از سببهای اساسی مرگ در سیاره ماست. قید می کند. از روی معلومات ما را این بیماری هر سال 8 میلیون اشخاص را در تمام سرزمین ها به هلاکت می رسانند. در روسیه هر سال 300 هزار مریض از این بیماری می میرند. هر سال تقریباً 450 هزار اشخاص به این بیماری گرفتار می شوند. شما می خواهید بگویید که ما خود را به سرطان گرفتار می کنیم؟ طب در وقت کشف و تکمیل دادن اصولهای طبابتی بسیار نمودهای سرطان با موفقیت‌های بسیار نایل شده است. صرف نظر از آن که بعضی نمودهای سرطان نهایت خوب طبابت می شوند و بعد 10 ساله‌ها و حتی به طوری همیشه به تأخیر می روند، اکثر وقت همه این کوشش ها موفقیت نمی آورند، زیرا که سطح مرگ از بیماری های آنکولوژی افزایش می یابد. ولی این را دیگر کردن ممکن است، اگر فقط آدمان به بعضی دیگر گونه‌های عادی در طرز زندگی خود راضی می شدند،
آنگاه از 70% تا 80% حالتهای گرفتار شوی به بیماری سرطان را جلوگیری کردن ممکن می بود. آیا انسان ها برای رهایی از این بیماری مدهش همه کار را نمی کنند؟ بله، تمام کار را می کنند، بجز از تغییر دادن طرز زندگی خود. مثلا سرطان شوش، نظر به دیگر نمودهای سرطان انسان را سبب آن بیشتر می میرند. هنوز از سالهای 60 عصر گذشته ما می دانیم که سرطان شوش بدون واسطه به تنباکو کشیدن وابسته است. تقریبا 90% حالتهای سرطان شوش ها، لبها، کواکی دهان، گلو و سرخروده را پیشگیری کردن ممکن است. اگر انسان ها از تنباکو کشیدن دست بکشند، همین طریق از نصف حالتهای سرطانی مثانه در کنار ماندن ممکن است. درست است که بعضی نمودهای سرطان با غذاها رابطه دارند. از روی تست تکرار یافتن بیماری های سرطان روده بزرگ و پروستات در مردها جای دوم و سوم را اشغال می کنند. در زنها باشد سرطان غده سینه و روده بزرگ. معلومات های تحقیقات های علمی از آن شهادت می دهند که تقریبا 50% حالت های نامبر شده دوچار شدن و سرطان با پرخوری، مقدار زیاد روغن ها در غذا و وزن اضافی علاقه مند است. در رابطه با پستیست ها و با نام کیمیا چی گفتن ممکن است؟ انسان ها عادتاً از تاثیر احتمالی کانسرگین ها، یعنی ماده های کیمیاوی که باعث پیدا شدن سرطان می گردد، برای سلامتی قابل تشویشند. مخصوصاً این به علاوگی های مختلف خوراکه، کانسرورانت ها، ماده هایی که برای طولانی نگه داشتن محصولات ها مساعدت می کنند، طعم و بوی بهتر را می گرداند. و اینچنین پستیسیدها و دیگر پیوستگی های کیمیاوی که در استحصال و کارکرد محصولات های غذایی و خوراک استفاده می شوند دخل دارند. با وجود این فقط 2% تمام حالت ها به سرطان گرفتار شدن دقیق به این ماده ها علاقه مند است. در مقابل این دلیل علاقه سرطان و چنین عامل های استعمالی غذا چون زیاد بودن روغن ها و نارسایی گلیچیدگر روز به روز زیاد می شود. در 100 سال اخیر استفاده روغن ها عملاً دوچند زیاد شدند، یعنی از 25 تا 42%. در مقابل این استعمال کلیچیدگر تا 3.1 کم گردید. در کشورهایی که روغن را کم و کلیچیدگر را زیاد استفاده می کنند، دوچار شدن به سرطان روده بزرگ، غده سینه و پروستات کم مشاهده می شود. و برعکس در کشورهای غربی، روسیه که غذای پر روغن هست و کلیچیدگر کم دارد، دوچار شدن به این نمودهای سرطان بسیار زیاد است. شاید این به غذاها نه بلکه به خصوصیت‌های نژادی و ملی علاقه‌مند است. تحقیقگران نیز همین سوال را دادند. وقتی که به جستجوی مشغول شدند، معلوم شد که مثلا ژاپنی‌ها در دهات و ولایات‌ها زندگی به سر برده به این بیماری‌ها نهایت کم گرفتار می‌شوند. استفاده کلیچیدگر در ژاپن خیلی زیاد است. روغن‌ها باشد در غذا به حساب میانه از 15 تا 20% تشکیل می‌دهند. ولی اگر ژاپنی‌ها به آمریکا کوچ نمایند و به طرز غذاخوری و زندگی غربی ها گذرند، آنگاه سطح گرفتار شوی به این نمودهای سرطان در آنها دفعتاً افزایش می‌یابد و دیر نگذشته به سطح آمریکایی ها نزدیک می‌شود. روغن ها و کلیچیدگر چطور به دچار شوی سرطان تأثیر می‌رسانند؟ هنوز به این جواب کامل نیست، ولی معلوم است سرطان با کانسرگین ها بر انگیزندگان کیمیایی علاقه‌مند است که با گذشت زمان سبب در ارگانیسم پیدا شدن آمازهای سرطان می گردند. اسیدهای تلخدان مثال شده می توانند. هر قدر که روغنها در غذا زیاد باشند، به ارگانیسم همان قدر زیاد حاصل نمودن تلخه برای فعالیت آنها لازم می شود. بعضی از این اسیدهای تلخدان می توانند در روده ماده های کانسرگینی را پیدا سازند. هر اندازه که ماده ها با قطب داخلی روده بزرگ ارتباط بیشتر داشته باشد، تأثیری برانگیزنده آنها همان قدر بیشتر است. کلیچیدگر محض در همین جا نقش خود را اجرا می کنند. اگر آن کم باشد، آنگاه غذا در روده آهسته حرکت می کند، اکثر وقت از 72 ساعت تا 7 روز لازم می شود. تا که راه کاملا از وارد شوی تا خارج شدن طی گردد. کلیچیدگر آب را چون اسفنج جذب می کند، چیزی حاصل شده سوراخ روده را پر می کند. آن را عیناً به هر طرف حرکت می دهد و برای فعالانه حرکت دادن غذا به پیش وادار می سازد. در غذای شما مقدار کافی کلیچیدگر داشته باشد، آنگاه آن در مدت 24 ساعت تا 36 ساعت از روده بیرون می شود. این به روده دو خدمت می رساند. اول این که وقتی در روده ماندن ماده های برانگیزنده غلظت آنها در خوراک در نتیجه آمیخته شوی آب که آن را کلیچیدگر نگاه می دارد کم می گردد. با نمودهای دیگری سرطان چی باید کرد؟
استعمال مقدار زیادی روغن‌ها فعالیت حجره‌های مهم سیستم محافظتی را یعنی قوه‌های حمایتی ارگانیسم را پخش می‌کنند. این تأثیر در رابطه با سرطان غدد سینه همه جانبه آموخته شده بود. احتمال دارد که تأثیر آن در دیگر نمودهای سرطان نیز ظاهر می‌گردد. استعمال بی‌اعتدالی مشروبات اسپرتی خوف پیدا شدن مرض سرطان، سرخروده و غده زیر معده را زیاد می‌کند. این خوف در اشخاص دفعتن زیاد می‌گردد که آنها تنباکو نیز می‌کشند. وزن اضافی احتمال پیدا شدن سرطان غدد سینه، روده بزرگ و پروستات را زیاد می‌کند. رابطه داشتن با اسپرییت، ماده‌های زهرناک شیمیایی و دود تنباکو را نفس کشیدن اشخاصی که خود تنباکو نمی‌کشند با نام تنباکو کشی غیر فعال نقش معین می‌سازد. چاقی خون سرطان غدد سینه، روده بزرگ و پروستات را زیاد می‌کند. در مجموع چهار عامل طرز زندگی، تنباکو نکشیدن، استفاده نکردن مشروبات اسپرتی، استفاده غذاهای ویجیتریانی از کلیچیتکا غنی و مقدار کم روغن‌ها در غذا، اینچنین در معیار نگاه داشتن وزن خود می توانستید 75% حالت‌های سرطانی در جمعیت ترقی یافته امروزه جا داشته را پیشگیری نمایید. ثروت واقعی سلامتی است، نه قطعه‌های طلا و نقره. مهاتما گاندی. شنوندگان عزیز، پس بیایید حیات خود را با سلامتی و خیرات زیور بخشیم. برنامه‌های ما ادامه دارد، پس با ما باشید. بخش دوم، اخلاق نیکو. چنان که افلاطون گفته است، تمام طلاهای روی زمین و زیر زمین به قدرت یک فضیلت اخلاقی ارزش ندارد. اسرار سعادتمندی اویلا، دشواری های پسی سر کرده. اکثر اویله ها به سبب آن که زن از وظیفه های ساده خانه‌اش در حیات اویلوی رو می پوشد، آنچرا که به کمال میل خوشنودانه و برای منفیت خود انجام دادن لازم است، برایش نفرت آور و وزنین می نماید. البته حیات خانواده نه همه وقت نرم و هموار است. بسیاری آن در دوام روز صبر و طاقت ما بارها سنجیده می شود و قدرت لازم می گردد. بعضی شرایط ها را امکان تغییر دادن نداریم، ولی مناسبت به شرایط خصلت انسانی را معین می کند. آنهایی که شرایط را با طلبات خود اداره می کنند، وظیفه های شخصی خود را از خاطر می برارند. اگر شما موافقانه دشواری های را که دیگران از سبب بی‌صبر و طاقت بودنشان دست افشاندن پسی سر کنید، شما نه تنها با قوت می شوید، بلکه تجربه شما در بابت رفع کردن مانعه ها می تواند برای دیگران نمونه عبرت شود. اکثر آدمان در شرایط مساعد کارشان را به خوبی انجام داده، به فکرم وقتی که بدبختی و امتحان فرا می رسد، از روی خصلت تغییر می یابند. خصلت به آن درجه که به دوش آنها می افتد، تناسباً ویران می شود. خداوند نمی خواهد که ما قربان شرایط شویم. اکثر شوهران و فرزندانی که در خانه
چیزی دقت جلب کننده نمییابند، اکثر وقت ناراضیگی میشنوند. آرامی و خوشبختی را بیرون از خانه میجویند. زن و مادری با کار خانه بند بوده، اکثرا به محبت که خانه را جای دوست داشته شوهر و پسران میگرداند، به تفاوت و خسیسانه مینگرند. گرچند او کوشش هم کند، در باره مشکلی ها و زحمت هایش با آنها چیزی نگوید. هنگامی که زن مشغول تیار کردن غذا یا روبیچین خانه است، شوهر و بچگان چون آدمان بیگانه می آیند و می روند. بسیار مادران وقت خود را به کارهای میده و چویده صرف می کنند. تمام دقت و احساس خود را به دنیای موقتی و گذران روانه کرده، آنها نمی ایستند و فکر نمی کنند که چی ابدی و نابود شونده است. چقدر مادران فرزندان خود را به نگاه و بین میمانند و کودکان دغل، افلاس و بی‌فرهنگ به وای میرسند. قدرت و آرامش را از خداوند جویید تا که وظیفه های همه روزه خود را ادا کنید و شما سزاوار احترام و باوری شوهرتان میشوید و میبینید که بچگان شما آدمان راست قول و دارای معنویات بوایا می رسند که عادلانه رفتار می نمایند. در برابر این مادرانی که امکانیت های حاضره اشان را صرف نظر کرده و به آن راه می دهند که وظیفه آنها را دیگران ادا کنند، در نهایت کار به خلاصه می آیند که از مسئولیت گریخته نمی شود و با تلخی آنچی را می دروند که کاریده بودند. در این حیات هیچ تصادف نیست، حاصل از تخمی است که کیش کرده بودیم. بنابراین در انتهای این برنامه گفته های شاعر را ذکر کردن به مورد است. از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بیروید جو ز جو. گرامی‌ترین ارزش خانوادگی اخلاق نیکوست و همانا با ارزشمندترین بی‌نیازی عقل است. اینجا افغانستان در موج رادیوی ادونتیستی آسیا. اینجا ما می‌توانیم برای خود از کلام خداوند حقیقت‌ها را دریابیم. با تعیین کردن حوادث آینده و افتتاح راه نجات در صفحه های کلام مقدس، حق تعالی ما را تنها نگذاشته است. ما شما را به آموزش این گنج بی‌بها دعوت می نماییم. اکنون با هم می شنویم که خداوند چیزی را به آدمان آشکار و تعیین کرده است. وحی امید بخش. بابل روحانی سیستم دینی از جانب آدم بنا یافته را معرفی می نماید که به تعلیمات انسانی بنا یافته بر رسم و عادت های انسانی تکیه می کند.
چنین شکل دینی از جانب آدم بنیاد یافته موجود بوده که به پیشوایان بزرگ دینی تکیه می کند. لیکن به قدرت انجیل و کلیسا که عیسی برپا نموده است در حالت مخالف قرار دارد. خود عیسی گفته است. متا باب 16 آیه 18 من کلیسای خود را بنا می کنم و دروازه های دوزخ بر آن غالب نخواهد شد. دو سیستم دینی یکی از جانب آدم بنا گردیده است دیگری را خداوند برپا نموده است. این کلیسا اساسی مستحکم دارد که عیسی مسیح به شمار می رود و در آن تعلیمات راستی بنا گردیده است. همین طریق پیش از همه بابل این سیستم دینی از جانب آدمان بنیاد گردیده می باشد. عیسی ما را دعوت می کند که از همه سیستم از جانب آدمان بنیاد گردیده بیرون شویم. او ما را دعوت می کند که به صداقت رو بیاوریم. کلیسای عیسی مسیح از جانب خود او بنیاد گردیده است. در نامه به قوله سیان آمده است. و او سری بدن یعنی کلیسا است. او نوبر و نخست زاده از مرده ها تا که در همه چیز او نخستین باشد. در کلیسای حقیقی عیسی مسیح همیشه در جای اول می باشد. عیسی مسیح یگانه سرور کلیسا می باشد. باری کسی در این رابطه گفته است. کلیسای حقیقی خدا یگانه تشکیلاتی است و آنچنان بزرگ است که بدن آن در زمین جای گرفته است. سر آن باشد در آسمان هاست. سرور کلیسا عیسی مسیح و سرور کلیسا نه در زمین بلکه در آسمان ها حضور دارد. لیکن در بابت رازی بابل بزرگ چه سروری او در کجا جای گرفته است؟ بابل زمینی در عهد قدیم سروری با شکوه زمینی داشت. گفته های این پادشاه بابلی قانون بود. وقتی که پادشاه نبوکدنصر در معبد خود در تخت پادشاهی می نشست او چون خدا سخن می گفت. امرهای او صدای الهی پنداشته می شود. بار دیگر در زمانهای آخر سیستم کلیسای دولتی با نام بابل به وجود می آید. پیشوای روحانی آن باورکنانی می شود که چون خدا سخن می گوید. سخن او چون سخن خود خداوند قبول کرده می شود. پیشوای بابل روحانی تصدیق کردنی می شود. وقتی که او در تخت خود سخن می گوید، سخنان او به حاکمیت و قدرت خود خدای آسمان صاحب است. یکم صفت فرق کننده بابل روحانی در آن است که سرور آدمی آن نام خدا و به جای خدا سخن می گوید. لیکن باز صفت دوم سیستم دینی بابلی موجود می باشد. در عهد قدیم بابل چون رمز پرستش به مسوره ها معلوم و مشهور است. تا آن وقتی که ما بابل عهد قدیم را دیده نبرای مضمون وحی 17 و کلمه سیر بابل بزرگ را فهمیده نمی توانیم. بابل این مرکزی پرستش به مصوره ها می باشد. امروز مسیح ما را دعوت می نماید که بدون میان رو به حضور او بیاییم. برای ما هیچ نیازی نیست که به واسطه مصوره ها، مقدسان یا دیگر میان روها به حضور او بیاییم. او شفاعتگر ماست، او کاهن ماست. چقدر زیباست تعلیمات عهد جدید درباره فیضی که رایگان به دست می آوریم. خروج باب 20 آیه 4 و 5 سنمی و هر صورتی از آنچه در آسمان از بالاست و از آنچه در پایان زمین از پایان است و از آنچه در آب از زیر زمین است برای خود نساز به آنها سجده نکن و آنها را عبادت نکن زیرا که من خداوند خدای غیور هستم عیسی به ما می گوید در وقت سجده خود شما صورت و عکس ها را استفاده نبرید.
در بابل در وقت عبادت بت پرستان در همه جا صورت ها را استفاده می بردند و اکثر این صورت ها به واسطه بت پرستی رومی قدیم در مسیحیت جای خود را یافتند. امروز این صورت ها مقدس پنداشته می شوند. این آن صورت هایی می باشد که پدران کلیسا و پیشوایان آن مقدس نامیده می شدند. در کتاب مقدس آمده است که در میان خداوند و آدمان تنها یک میانه رو است که عیسی مسیح خداوند ما می باشد. در هیچ کسی دیگر نجات نیست. میلیون ها مسیحیان به صفت آبتکی پرستش، ایکانه ها و صورت ها را استفاده می برند. این یکی از فریخته های شیطان می باشد و به آن روانه شده است تا که خرد آدمان را از حقیقت های کلام خدا به جای دیگر جلب نماید. باز صفت سوم بابل وجود دارد. بابل عهد قدیم مرکز تعلیمات شیاطین در رابطه با مرگ به شمار می رفت. این مرکز تعلیمات درباره فناناپذیری جان به شمار می رفت. برای مسیحیت فکر آن که مرده ها زندگی را دوام می دهند بیگانه است. تصورات درباره آن که وقتی که آدم می میرد جان فناناپذیری او دیگر ابدا زندگی می کند با مسیحیت هیچ عمومیت ندارد. یکی از آیات‌های حیرت انگیز کتاب مقدس در مورد حزقیال باب 8 آیه 13 و 14 و به من گفت بازکارهای زشت از این تر را که آنها می کنند خواهی دید و مرا به دهنی دروازه خانه خداوند که به طرف شمال بود آورد و اینک در آن زنانی نشستند که برای تموز نوگری می کنند. تموز خدای زنده کننده به شمار می رفت. بابلیان باور داشتند وقتی که در زمستان آسمان تاریک می شد و شبها درازتر تموز می مرد. لیکن در بهار زنده شوی او به عمل می آمد. بعضی از قوم خدا از یهودیان این عقده دروغ را در بابل از بت پرستان یک به یک آموختند. برای همین حزقیال پرستش آنها را به تموز تصویر می نماید. آنها مرده ها را پرستش می کردند. تعلیمات شیاطین درباره زندگی بعد از مرگ و کلیسای عهد قدیم در حقیقت از بت پرستان داخل گردیده است. ببینید که کتاب مقدس درباره حقیقت بعد از مرگ چه می گوید. واعظ باب 9 آیه 5 زنده ها می دانند که باید بمیرند ولی مرده ها چیزی نمی دانند و برای آنها دیگر پاداشی نیست. حتی ذکرشان فراموش شده است. شنوندگان عزیز، در لحظات آخری برنامه قرار داریم. برای شما از بارگاه منان، صحتمندی و تندرستی، اخلاق نیکو، نور و معرفت الهی خواهانیم. تا برنامه دیگر شما را به لاح پاک می سپاریم.